دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران به تحصن‌های اعتراضی خودشون ادامه دادن. در حالی دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک هفتمین روز تحصن اعتراضی خودشون را ادامه دادند که در یک موضع‌گیری بی‌شرمانه رئیس صندوق رفاه دانشجویان در وزارت علوم کابینه پاسدار احمدی نژاد از پذیرش مسئولیت مرگ آمنه زنگنه فرار کرد. خبرگزاری حکومتی مهر روز 19 مهر به نقل از کیوان مرادیان این موضوع را نقل کرد و نوشت رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت این دانشگاه مسئولیتی در قبال ارائه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ندارد و این دانشجویان باید تمام هزینه تحصیل خود را بپردازند. این کارگزار رژیم اضافه کرد مرحوم زنگنه هم دانشجوی شبانه دانشگاه امیرکبیر بود که مسئولیتی در قبال ارائه خوابگاه از سوی این دانشگاه به وی وجود نداشت. این قبیل پاسخ‌ها خشم دانشجویان را بیشتر کرده و اقدامات خود علیه کارگزاران رژیم را تشدید کردند. دانشجویان روز دوشنبه علاوه بر تحصن روزانهشان و تعطیلی کلاس‌ها دست به یک اقدام نمادین زدند و همگی نهار رستوران را نخوردند و غذاهای خود را در ظروف یک بار مصرف بسته‌بندی کرده و برای فقیران و مستمندان فرستادند.